ماه اکتبر ماهی که سال روز انقلاب کبیر اکتبر انقلابی که برای ما چپ ها معنی فراوان، معانی فراوانی داره میخواستم از تراب سالس بپرسم این چه نوع انقلابی بود در سطح جهان چه تأثیری گذاشت خب این شاید بشه گفت اولین و تنها انقلاب پیروزمند کارگری در جهانه و به همین معنا اولین انقلاب سوسیالیستی در جهانه چون انقلاب به طور کلی دو بود داره یه بود سیاسی یه بود اجتماعی در بود سیاسیش قدرت از یه طبقه منتقل میشه به طبقه دیگه هر انقلابی درش این اتفاق میفته و به واسطه این انتقال قدرت بعد تغییر و تحولات اجتماعی که باعث اصولا این انقلاب شد در اون جامعه به مرحله اجرا گذاشته میشه در اینچه اجتماعی انقلابی است. طبقه کارگر موقعی که قدرت رو بگیره خب بود اجتماعی انقلابیش ضد سرمایه و سوسیالیستی است بنابراین پیروزی طبقه کارگر در انقلاب سیاسی به معنی آغاز انقلاب سوسیالیستی است در مارکسیسم. به این معنای این اولین انقلاب سوسیالیستی است که ما در جهان دیدیم و شاید تنها انقلاب سوسیالیستی است که در جهان دیدیم به این معنا که در هیچ یک از انقلابات دیگه ای که اتفاق افتاده خود طبقه کارگر قدرت رو نگرفته کسی به اسم طبقه کارگر قدرت رو گرفته این تنها جایی است که طبقه کارگر در دو شورای بزرگش پتروگراد و مسکو در واقع به قیام مسلحانه رأی داد و از نظر اجرایی هم کمیته نظامی شورای پتروگراد بود که انقلاب رو رهبری کرد از نظر تکنیکی از نظر قدرت نظامی به این معنا تنها انقلابی است که بشه گفت خود طبقه کارگر آگاهانه برای انقلاب سوسیالیستی قدرت رو در دست گرفته از طریق یک قیام مسلحان از این لحاظ خب خیلی اهمیت داره برای هم جنبش جهانی کارگری هم از نظر تاثیری که در تناسب قوای بین المللی گذاشته علا رقم شکست بعدیش حتی تا دورهای اولیه بعد جنگ جهانی دوم ما هنوز تاثیر این انقلاب رو در تناسب قوای بین المللی میبینیم چه بسا اگر این انقلاب نبود سیستم استعماری خیلی بیشتر ادامه پیدا میکرد در جهان چه بسا اگر این انقلاب اتفاق نمی افتاد امپریالیزم این تغییر و تحولاتی به طرف نوکولونیالیزم درش اتفاق افتاده خیلی دیرتر اتفاق می افتاد حتی علا رقم شکستش ما تأثیرش رو تو مقیاس جهانی می بینیم به اینکه چون یکی از تنها تجربیات انقلابی طبقه کارگره به نظر من کلی از دستاوردهای تئوریک و نظری جنبش چپ کلی از دستاوردهای تئوریک مارکسیزم انقلابی پایگاه و اساسش انقلاب اکتبر و تجربه انقلاب اکتبر شاید هنوز که هنوز تئوری مارکسیستی بخش عمده از دستاورداش متکی به همین تجربه است چون تجربه ای از این ما هنوز متاسفانه نداشتیم از این لحاظ هنوز کماکان به نظر من این انقلاب اهمیت خاص و ویژه ای رو داره درس های این انقلاب برای جنبشی که الان باش رو بروید در این دوره بحران نظام سرمایه و غیره چه درس هایی داره این انقلاب برای جنبش که همونطور که گفتم به خاطر اینکه اولین تجربه انقلاب کارگری است درساش برای جنبش کارگری جهانی بیشمارن در واقع از این تجربه ما چیزی نداریم که بتونیم به اتکای این تجربه تئوری رو بسنجیم تئوری مارکسیستی رو بسنجیم ولی خب اگه بخوایم تاکید بذاریم رو چند جنبه کلیدی به صلاح این انقلاب به نظر من شاید سه تا چهار تا درس عمدش اینجا برجسته کنیم که هنوز اهمیتش به قوت خودش باقیه بد نباشه اولیش به نظر من مسئله استراتژی و تاکتیک انقلابی در دوران به اصطلاح امپریالیسم که تجربه انقلاب اکتبر به ما درس رو داده که هنوز که هنوز میتونیم ازش استفاده کنیم به طور کلی در رابطه با استراتژی انقلابی ما در دوره‌ای که انقلاب اکتبر رخ میده در جنبش جهانی کارگری اشکالات و مشاجرات و مباحثات زیاد داریم چون از یه لحاظ کشورهایی که پیش پیشرفته بودن خب استراتژی انقلابی قرار بود سوسیالیستی باشه و مسئله حل شده و روشنی بود در مارکسیزم به صلاح مشاجر و سوء تفاهمی سر این قضیه وجود نداشت تا اونجا هم که کشوری هنوز از مراحل انقلاب بوجا دموکراتیک نگذشته تا قرن 17 هم 18 هم خب واضح بود که انقلاب بوجا دموکراتیک منجر خواهد شد به بوجازی به قدرت رسیدن و تحولات داری. این حالت مابینی بود که همیشه جنبش کارگری رو دچار ایراد و اشکال کرده بود از یه طرف ما تجربه خود انقلاب 1848 آلمان رو داشتیم و انقلابات سیاسی که در فرانسه رخ داد در زمان حیات خود مارکس که راجبش این حالت مابینابینی این حالت بینابینی مقدار به بحث گذاشته شده ولی متاسفانه بعد از خود مرگ مارکس بین الملل دوم عملا افتاد دنبال یه تئوری داروینیستی از بسته و مراحل انقلاب به این معنا که اینجوری تصور میکرد که انقلابات و تاریخ جوامع بشری باید از یه مراحلی حتما بگذرن تا به مرحله بعدی برسن. در درستی که توی نوشته های خود مارکس ما دقت کنیم اصلا همچین نوع برداشتی از استراتژی انقلابی نبود میدونیم خود مارکس در انقلاب 1848 آلمان تا 1853 رسید به این نتیجه انقلاب بوجود دموکراتیک دیگه غیر ممکنه در اصری که سرمایداری روش کرده انقلابات بورژوا دموکراتیک به این معنا که بورژوازی رهبری انقلاب رو در دست بگیره و تغییر و تحولات دموکراتیک در جامعه ایجاد کنه دورانش سپری شد به دو دلیل اون دلایلی که مارکس می به سه دلیل شاید بشه گفت که مارکس تو تحلیلاش اشاره می کرد یکی این که خب تغییر و تحولات سرمایه داری از بالا در بطن این کشورهای ما قبل سرمایه داری طبقه کارگری رو ایجاد کرده که قدرت اجتماعیش به نسبت بورژوازی آنچنان کم نیست حتی چه بسا از لحاظ تناسب قوا حساب کنیم در محاسب با کشورهای پیشرفته تناسب قوا تو اینجا خیلی بیشتر به نفع طبقه کارگر تا به نفع طبقه بورژوا دومی که این طبقه کارگری که در این کشور ماقبل سرمایه داری ایجاد شده با طبقه کارگر قرن 17 و 18 که توی فرض کن انگلستان و هلند و کشورهای اولیه سرمایه شکل گرفت یه تفاوت کیفی داره اونم اینه که در دوران این طبقه کارگر شکل گرفته که سوسیالیزم علمی به عنوان راه حل و استراتژی مبارزات طبقه کارگر در جنبش کارگری مطرح شده یعنی طبقه کارگر آلمان دیگه طبقه کارگر قرن 17 و انگلیس نیست طبقه کارگری است که مسلح به سوسیالیسم علمی طبقه کارگری است که لایه های پیشگامش برنامه انقلاب سوسیالیستی دارد یعنی این عامل ذهنی خیلی پدیده مهمی بود که مارکس بهش اشاره میکرد سوم این که از اون جایی که سرمایداری از بالا روش کرده در بحث جامعه فودالی معمولا رابطه خیلی نزدیکی بین سرمایداری و طبقات ما قبل داری وجوده مثل فودالا زمیندارا یعنی همون زمیندارا به یه شکلی حالا شدن سرمایهدارها. و این رابطه نزدیک بین دو طبقه بورژا و فودال باعث میشه که طبقه بورژا دیگه نخواد از طریق انقلابی تکالیف دموکراتیک رو حل کنه چون از یه طرف رابطه خیلی نزدیکی داره با طبقات ما قبل خودش از یه طرف ترس و واهمش از طبقه کارگری که مسلح به اهداف و برنامه استراتژی سوسیالیستی خیلی بیشتره تا نفرتی که داره از طبقه فودال به همین خاطر مارکس از هزار بعد از تجربه انقلاب 1848 آلمان خودش به این نتیجه میرسه که دیگه دوران انقلابات بورژوا دموکراتیک سپری شد بنابراین اصلا اینطوری نیست که مارکس فکر می که حتما جوامع بشری باید از این مراحل یکی پس از دیگری بگذرند منتها این بحث خب در بین دوم کاملا جا افتاده بود و سوسیال دموکراسی روسیه هم در جناهای مختلفش حتی اون نیروهایی که بعد شدن بلشویک کم و بیش از همین سنت اومده بودن بیرون به این معنا که فکر میاد چون در روسیه انقلاب بورژا دموکراتیک نشده پس انقلابی که در مقابل روسیه قرار داره انقلابی است بورژا دموکراتیک به نظر من اولین درسی که میشه از انقلاب روسیه گرفت که این تئوری داروینیستی برای یک بار و برای همیشه به کنار گذاشته شد با تجربه تاریخی چون رشد سرمایداری رشدی است ناموزون و مرکب همه کشورها با یه سرعت رشد نمیکنن در ضمن کشورهایی که عقب میافتند میتونن در بطن خودشون عناصری از پیشرفته ترین به اصطلاح واحدهای تولیدی سرمایهداری رو که در حتی پیشرفته ترین کشورهای سرمایهداری هنوز شکل نگرفته رو به آریه از بیرون بیارن داخل خودش مثلا در روسیه به خاطر رقابت نظامی با آلمان یا انگلستان تزاریز خودش شاید مدرنترین تکنولوژی صنعتی رو در بطن این کشور فودالی وارد کرده بود ما در روسیه کارخونایی داریم که بزرگترین کارخونه های اون موقع اروپا بودند یعنی از نظر تعداد کارگرایی که زیر یه سقف جمع شده بودند هیچ واحدی به بزرگی بعضی از این واحدهای تولیدی روسیه در دنیا ما نداشت یعنی این حالت رشد ناموزون و مرکب با اون شرایطی که گفتم خود مارکس بهش اشاره کرده بود نشون داد که در کشور عقب افتاده که هنوز تکالیف دموکراتیک حل نشده اگر سرمایهداری به درجه متناسبی رشد کرده باشه طبقه کارگری ایجاد میشه که به مراتب انقلابی تره به، تا به مراتب رادیکالتره، تا طبقه بورژوایی که در واقع دوران انقلاب اونه حتی برای تکالیف دموکراتیک طبقه کارگر به مراتب رادیکال تر عمل خواهد کرد تا طبقه بورژوایی که به نفع اون این تکالیف دموکراتیک اگر حل بشه به دلایلی که گفتم میخواد از بالا سازش کنه میترس از اینکه طبقات پایین وارد جنبش انقلابی بشن خودش هم از نظر اقتصادی اجتماعی گره های نزدیکی با طبقات ما قبل خودش داره به نظر من اولین چیزی که شاید انقلاب روسی اثبات کرد اینه که این حرف ما چقدر صحیح و دقیق بود دوران انقلابات بورژوا دموکراتیک سپری شده و نکته دیگه ای که به نظر من اثبات کرد این بود که پدیده ای که بهش میشه گفت همونطور که گفتم رشد ناموزون و مرکب به این معنا که اینجوری نیستش که تکالیف دموکراتیک ما داریم در این انقلاب یک سری تکالیف ضد سرمایه داری داریم ما در این انقلاب بلکه این تکالیف به هم گره خوردن یعنی شما نمیتونی یکی رو حل کنی بدون دیگری این برای اولین بار در رابطه با مسئله ارزی در جنبش کارگری جهانی بحث شد که فرض کنیم ما تکلیف دموکراتیک ارزی رو حل کنیم زمین ها رو بگیریم و تقسیم کنیم در شرایطی که بانک‌ها دست سرمایه اگر شما این زمین ها رو تقسیم کنین و نتونین وام بدین به این زار این مالک شده خب چه فایده ای داره تقسیم زمین یعنی در جنبش کارگر شاید کاوسکی هم اولین کسی بود که حتی این مسئله رو مطرح کرد برخلاف تصور رایش که فکر میکنن کاوسکی به این چیزا زیاد طرفدار انقلاب مرحله بود اصلا اینطوری نیست کوسکی اتفاقا شاید یکی از اولین کسایی بود که به مرکب بودن تکالیف اشاره میکنه اونم اینه که در دوران ما دیگه مسئله ارزی بدون حمله به بورژوازی نمیشه حل بشه شما حتی بخواین توی آلمان مسئله ارزی رو حل کنین بعد اول بانکار رو ملی کنین اگر و در رابطه با روسیه هم همین حرف رو کاوسکی به نظر من انقلاب روسیه دقیقا این نکته رو اثبات کرد که در دوران ما برای حل تکالیف دموکراتیک بدون حمله به سرمایه داری شما موفق نخواهید شد خود حل تکالیف دموکراتیک گره خوردن به مناسبات سرمایه داری و بدون به صلاح واژگون کردن مناسبات سرمایه داری شما شاید حتی تکالیف دموکراتیک ساده و ابتدایی را هم نتونیم حل بکنیم این خب به نظر من یه درس خیلی مهم انقلاب روسیه بود مردود شدن داروینیزم در بسیارا علوم اجتماعی و مردود شدن مفاهیم انقلاب مرحله ای ما در دورانی زندگی می که حتی اگر در یک کشور انقلاب بورژوا دموکراتیک هنوز به انجام نرسیده باشه جز از طریق سرنگونی سرمایداری این تکالیف هم حل نخواهد شد نکته دومی که من از همه شاید بشه کلید هنوز هم امروز به قوت خودش اهمیتش برای ما باقیه اینه که برای اولین بار ما فهمیدیم که ارگانهای انقلاب کارگری چی هستن یعنی نهادهایی که میتونن این انقلاب رو پیروزیش رو تضمین کنن چند طبقه کارگر چجوری میتونه به قدرت برسه این تا اون موقع در سطح تئوریک باقی مونده بود هنوز بحث روشن و مشخصی سر شکل به اصطلاح قدرت کارگری نشده بود انقلاب روسی این رو به ما نشون داد شکل شوراها ارگانهای خودسازماندهی تودهی طبقه کارگر در واقع ارگانهای قدرت کارگری هستند و این رو ما هم در انقلاب 1905 دیدیم و هم در انقلاب 1917 و بعد از انقلاب اکتبر ما کم و بیش عملا میدونیم که شکل انقلاب پرولتری چجور خواهد بود معمولا انقلاب پرولتری و روسیه از این لحاظ انقلابش میشه گفت یه انقلاب کاملا کلاسیکه به این معنای متد انقلاب کارگری که بعد از یه دوره اعتصاب عمومی اصولا خود اعتصاب یه حالت قدرت دوگانه ایجاد میکنه در جامعه هر اعتصابی چون در یه اعتصاب در واقع طبقه کارگر قدرت بوجرازی رو زیر سوال میبره یعنی حالا ممکنه حتی در حد فقط مطالبات اقتصادی باشه ولی حتی در حد مطالبات اقتصادی یه نوع مقابله است با قدرت بوجرایی حالا ممکنه قدرت یک بورژای منفرد باشه و قدرت کل طبقه بورژوازی باشه اعتصاب عمومی در واقع کل قدرته سیاسی بورژوازی رو زیر سوال میبره به خصوص اینکه در شرایط اعتصاب عمومی مسئله قدرت در یه حوزه جغرافیایی مطرح میشه دیگه مسئله خودش رو محدود نمیکنه به این کارخونه یا اون کارخونه یا این واحد تولیدی یا اون واحد تولید بنابراین انقلابات کارگری بعد از یه دوره اعتصاب عمومی منجر به ایجاد یه حالت قدرت دوگانه خواهد شد چون در حین اعتصاب طبقه کارگر مجبور نهادهای سازماندهی خودش رو ایجاد کنه در مقابل نهادهای موجود دولت بورژوایی و این رو ما به صورت کلاسیک در جامعه روسیه بسیار تجربه کردیم قدرت شوراها قدرت به اصطلاح طبقه کارگر رو میتونست در مقابله با دولت بورژوایی مطرح کنه اینجا هم یه نکته بسیار پرانتزی باز کنم که یه مقدار مفهوم رایج ما در ایران از شوراها یه ذره گید شده به این معنا که شوراها به اون معنایی که در روسیه شکل گرفت با کمیته کارخونه فرق داره با شورا در مقیاسی واحد تولیدی فرق داره این شوراها در واقع پارلمان کارگریان یعنی در یه منطقه جغرافیایی ما شورای پتروگراد داریم شورای مسکو داریم شورای کارخونه ایکس نداریم شورای کارخونه وای نداریم اینا کمیته کارخونه حتی اگر به صورت مجمع عمومی این کمیته انتخاب بشه این هنوز شورا به مفهوم انقلاب روسیه نیست اینها کمیته کارخونه اتفاق میبینیم تو انقلاب 1919 و 1921 و 1923 آلمان یکی از دلایل شکست انقلاب آلمان دقیقا همینه که این کمیته های کارخونه این شوراهای کارخونه نمیتونن تبدیل بشن به شوراهای شهری چون قدرت دوگانه موقعی مطرح هست که شما در یه مقیاس جغرافیایی قدرت بورژوازی رو در واقع به زیر سوال بکشونید و جغرافیایی هم در حد یک واحد تولیدی معنی نداره و در حد یک واحد جغرافیایی کشوری معنا پیدا کنه مثل شهر یا ایالت یا یک روستا یا یک منطقه جغرافیایی به همین خاطر شوراها به معنی که ما ازش استفاده میکنیم ارگان های قدرت کارگری باید روشن باشه که منظور شورا در یک مقیاس جغرافیایی است نه شورا در حد یک واحد تولید نکته سوم که شاید باز به نظر من هنوز گفتنش مهمه و به اهمیت خودش باقیه مسئله رهبری انقلابی انقلاب روسیه در واقع نشون داد که بدون تئوری انقلابی پیروزی در انقلاب سوسیالیستی غیر ممکنه انقلاب سوسیالیستی با انقلابات دیگه خیلی فرق داره انقلاب بوجازی در یه شرایطی رخ میده که سرمایداری نقدن در بطن جامعه فودالی شکل گرفته یعنی نصف انقلاب اجتماعی بورژوایی قبل از انقلاب سیاسی بورژوایی صورت گرفته یه در, در انقلاب پرولتری کل تحولات اجتماعی تازه بعد بعد از انقلاب سیاسی صورت بگیره تازه بعد از تسخیر قدرت صورت بگیره و بدون یک تئوری که این استراتژی رو داشته باشه طبقه کارگر بدون برنامه ای که متکی باشه به همچین تئوری غیر ممکنه که اصلا وارد حتی این فرا شد بشه و دیدیم بسیاری از انقلاباتی رو که دقیقا با نداشتن این استراتژی نتونستن حتی قدم اولش رو بردن یعنی به تسخیر قدرت توسط طبقه کارگر به انجام بنابراین به اعتقاد من تئوری انقلابی که حالا قدم نتیجه بعدی این حرف یعنی پیدایش حزب انقلابی در دل طبقه کارگر از پیش شرط های پیروزی طبقه کارگر بدون اینکه پیشگام انقلابی طبقه کارگر خودش رو سازمان بده و به جنگ به اینکه طبقه رو آماده کنه برای شرایط قدرت دوگانه و تسخیر قدرت حتی اگر بحران انقلابی رخ بده تضمینی نیست که انقلاب پیروز بشه همونطور که خیلی از به حتی بلشویک هایی که در انقلاب اکتبر شرکت داشتن و بعد مثلا راجبین این انقلاب نوشتن تقریبا بدون استثناء اغلبشون تاکید دارن که اگه حتی لنین نبود در اون شرایط در روسیه شاید حزب بلشویک میفتاد دنبال کرنسکی و اصلا ایده تسخیر قدرت رو مطرح نمی‌کرد یعنی هیچ گارانتی نیست هیچ زمانتی نیست که بدون چنین حزب و رهبری انقلابی طبقه کارگر وارد مسئله تسکیر قدرت بشه البته میگم درسهای بسیاری هست و شاید اگه بخوام تاکید بذارم رو سه تا کلیدیشون هنوز فکر میکنم این سه تا گفتنش مهمه چون هنوزم به قوت خودش باقیه هنوزم که هنوزه بسیاری از انحرافاتی که درون در جنبش کارگری پیشگام انقلابی جنبش کارگری هست ریشش تو فهم همین سه تا مسئله است به نظر فقط برای اینکه این بخش رو کاملتر بگیم نقش حزب در اینجا چقدر مهم بود اونو یه دور باز کنیم خب برداشتای به نظر من اشتباه سر این قضیه زیاده از یه طرف خیلی ها حزب پیشگام رو به یه معنای خیلی جدا از طبقه در نظر میگیرن مثل اینکه حزب کودتا کرد قدرت رو گرفت یه عده طرفدارای خودش رو تو جنبش کارگری داشت از طریق اینا در واقع بدون اینکه اکثریت رو در جامعه داشته باشه اومد و قدرت رو گرفت از یه لحاظی این درسته به این معنا که خب عاقبت قضیه شورای پتروگراد و مسکو کل روسیه نبودن موقعی که تصمیم به قیام مسلحانه گرفتن ولی به نظر من اینجا یه مقدار نکاتی هست که باید حتما گفته بشه اولیش اینه که طبقه کارگر در پتروگراد و مسکو چیزی حدود 85 درصد طبقه کارگر کل روسیه بود موقعی که شورای پتروگراد و شورای مسکو با چیزی حدود هفتاد درصد آرا به استراتژی بلشویکی یعنی قیام مسلحانه و تسخیر قدرت و انقلاب سوسیالیستی رأی میدن یعنی کم و بیش شست و خوردهی درصد پرویتاری های روسیه رأی داده به انقلاب سوسیالیستی بنابراین از هر زاویه که شما به قضیه نگاه کنین اکثریت طبقه کارگر پشت انقلاب بوده تصمیم به انقلاب گرفته و رهبری حزب بلشویک رو پذیرفته اینجوری نیست که چل هزار نفر اعضای حزب بلشویک چون حزب بلشویک تو دوره حتی قبل از قیام هم چیزی بیش از حدود چل هزار تا عضو نداشت دوره قبل از انقلاب بین اوگوست تا اکتبر کلی رشد کرد ولی اوگوست که ما آمارش رو داریم چل هزار تا عضو داشته حزب بلشویک جناه بلشوی که به سوسیال دموکراسی روسی چیزی در مقایسه با پنج میلیون شیش میلیون طبقه کارگر روسی که رأی به انقلاب اکتبر داده ناچیزه در واقع چل هزار با من گفتن این که انقلاب اکتبر یک کودتای حزب بلشویک بود خب خیلی ایده است که اصلا هیچ ربط و ارتباط و انتباقی با حقایق تاریخی نداره سانیا پشت این انقلاب ده میلیون سرباز بود یعنی اکثریت سربازان هم رأی دادن در شعره سربازی به این انقلاب به این قیام چیزی بوده ده میلیون سرباز و این سرباز ها عمدتا خب شاید نود خورده ای درصدشون از خانواده های است از روسته ها آمدن بنابراین به یه معنای یه پشتیبانی بزرگی هم این انقلاب توی توده دهقانی داشته به همین خاطره که خود بلشویک به این انقلاب میگفتن انقلاب کارگران و دهقانان به این معنا که سربازان نماینده دخانانه ولی این که اگر بخوایم فکر کنیم در یک کشور عقب افتاد این یه بحثی است که بعدها بین کاوسکی و لنین راه میفته اگر ما فکر کنیم که در یک کشور عقب افتاده مثل روسیه قبل از انقلاب اکتبر میشه قبل از انقلاب سوسیالیستی میشه اکثریت اون جامعه رو به ضرورت انقلاب سوسیالیستی جلب کرد خب این حرف خیلی مسخره است به خاطر که در یک کشور عقب افتاده بنا به تعریف توده عظیم خورده بورژوازی وجود داره وجود توده عظیم خورده بورژوازی در شرایطی که هنوز قدرت در دست طبقه کارگر نیفتاده و هنوز سرمایه داری سر کاره به این معناست که جزو محالاته که اکثریت این جامعه رأی به انقلاب سوسیالیستی بده اه اینجا خب باید این رو سنجید اتفاقا توی خود بلشویک هم این بحث زیاد بود حالا فرض کنیم ما قدرت رو گرفتیم آیا میتونیم حفظش کنیم یا نه آیا داریم انقدر احتمال پشتیبانی درون کل توده های غیر پرورتری که این قدرت رو حفظ کنیم یا نه البته بعد به این نتیجه رسیدن که داریم حالا از نظر تاریخی میتونیم بسنجیم ببینیم این تصمیم درست بود یا غلط ولی به هر حال این ایده که قبل از انقلاب اکتبر قبل از انقلاب سوسیالیستی در یک کشور عقب افتاده میشه رأی اکثریت مردم اون کشور رو به انقلاب سوسیالیستی جلب کرد نه به نظر من جزء محالات احتیاج هم بش نیست اگر اکثریت پرولتاریا جلب بشه به این انقلاب اگر بر اساس تناسب قوا بشه فهمید که با گرفتن قدرت میشه تودای وسیطهی رو کشون به طرف انقلاب باید این انقلاب آغاز بشه از این لحاظ به نظر من انقلاب اکتبر انقلابی بود ای انقلابی نبود به صلاح هزبی طبعا در همین صحبتی هم که کردید اشاره کردید به جنبه هایی که شاید به خطر میانداختین انقلاب رو و بحث های زیادی هست راجع به سالی که میشه شروع کرد دید بحرانی در درون اتحاد جماهیر شوروی اتحاد شورها و شروع شکست به نوعی شکست این انقلاب چون میدونم شما به شکست این انقلاب اعتقاد دارید اینو میخوام که یه مقداری باز کنیم توی بخش خب باز هم شکست انقلاب از خیلی زوایا میشه بررسیش کرد ولی خب باز شاید بد نباشه سه چهار تا نکته اصلیش رو تأکید کرد اینجا از لحاظ تئوری مارکسیسی از لحاظ کلی به نظر من شما اگر نتونین در یه وچه تولیدی باراوری کار رو از وجه تولید قبلی بالاتر ببرید، از نظر تاریخی شکست خوردین یعنی شما اگر نتونین با کار کمتر بیشتر از دوره سابق تولید کنین معنی نداره که تغییر بدین چیزی رو یعنی از نظر تاریخی بیمعناس یعنی ضرورت انقلاب اصولا مطرح نمیشه که حالا تودا بخوان آگاه بشن به این ضرورت اگر نتونه یه وجه تولیدی باراوری کار رو بالاتر ببر از وجه تولید قبلی از لحاظ تاریخی شکست کرد و نگاه کنیم به جامعه روسیه جامعه روسیه حالا فعلا کاری به حزب و سیاست و غیرش نداشته باشیم جامعه روسیه در تحلیل نهایی نتونست باراوری کار رو حتی از عقب افتاده ترین کشورهای سرمایداری اروپایی بالاتر ببره چه برسه از کل نظام جهانی سرمایداری باراوری کار رو بالاتر ببره و همین دلیل هم شکست این شکست یعنی شکسته برای فراتر رفتن از سرمایه داری برای جامعه روسیه نتونست فراتر بره از سرمایه خب دلیل اینم به نظر من واضحه دلیل اینم واضحه که از این لحاظ که شما تنها شکلی که میتونین باراوری کار رو بالا ببرین اینه که در وهله اول بر نیروهای مولده ای که به شما این اجازه رو میدن که باراوری کار رو بالا ببرین تسلط داشته باشید در سطحی که در اصر امپریالیزم نیروهای مولده در سطح یک کشور کسی روش نمیتونه تسلط داشته باشه با تقسیم جهانی کار نیروهای مولده باید شما در مقیاس بینالمللی کنترل روش داشته باشی تا بتونی بگی پیش های مادی سوسیالیزم فراهمه پیش های مادی سوسیالیزم در یک کشور به تنهایی دیگه فراهم نیست حتی در یک کشور پیشرفته حتی اگر آمریکای پیشرفتش بخواد ایزوله از اقتصاد جهانی در شرایط تقسیم کار جهانی بخواد فکر کنه که پیش های مادی سوسیالیسم داره نه نداره به نظر من شاید اگر در حتی آمریکا انقلاب بشه و طبقه کارگر قدرت رو بگیره و خودش رو بخواد از جهان ایزوله کنه اقتصادش به عقب خواهد رفت اقتصادش نه تنها پیشرفت نخواهد کرد سطح بارآوری کار توش پایین تر خواهد رفت از چیزی که الان داری بنابراین یه نوع شکست خواهد بنابراین دلیل اصلی این که چرا بارآوری کار نتونست در روسیه بالا بره اینه که انقلاب جهانی رشد نکرد اگر بخوایم ببینیم چرا انقلاب روسیه شکست خورد دلیل شکست انقلاب روسیه شکست انقلاب آلمان اگه بخوام در یه جمله خلاصه کنم اگر انقلاب آلمان شکست نخورده بود انقلاب روسیه هم شکست نمیخورد چون پیروزی انقلاب آلمان بعد یه دوره ای از انقلابات اروپایی رو باز میکرد تناسب قوا رو کاملا تغییر میداد در اروپا ایزوله موندن انقلاب روسیه عمده ترین دلیل این شکست این از لحاظ تاریخیش ولی خب از لحاظ سیاسی و از لحاظ مشخص شرایط روسیه هم یه نکاتی مهمی که بهش اشاره کرد اونم اینه که در یک کشور حالا پیشرفته حتی اگر انقلاب جهانی خیلی طول بکشه تا پیروز بشه سطح فرهنگی و تشکل طبقه کارگر و سطح به صلاح تمدن اجتماعی در این جوامع به یه جاهایی رسیده که شاید پنجاه سال بتونه دوم بیاره تا منتظر گسترش انقلاب جهانی باشه در یک کشور عقب افتاده اینطوری نیست در یک کشور عقب افتاده سطح فرهنگی طبقه کارگر اونقدر بالا نیست که بتونی همچین مقاومتی رو بکنه ما میریم در جامعه روسیه اولا پیشگام کارگری به تدریج از سطح تولید جدا میشه وارد قدرت میشه چون لازم داری نمیتونی بدون آوردن پیشگام های کارگری تو نهادهای قدرت در واقع دولت رو بچرخونی پیشگام کارگری به جایی که در سطح واحد تولیدی پیشگام کل پرولتاریا برای رفتن به طرف سوسیالیسم باشه میشه در واقع بروکرات های دولتی میشن عناصر دولتی ارتش و خود دستگاه دولتی عمده پیشگام های طبیعی طبقه کارگر رو در واقع از واحد تولیدی جدا میکنه میبره توی دولت و موقعی که این انقلاب جهانی گسترش پیدا نمیکنه برای این طبقه کارگر عناصر رهبری کننده خودش رو هم نداره که بتونه مقاومت کنه در مقابل این انحطاط در مقابل این علائم شکست که داره ظاهر میشه در افق مبارزه طبقاتی و به یه معنای ما میبینیم که با اینکه به اعتقاد من واقعا شوراها قدرت رو داشتن ما اینو بارها مثلا بین 1917 تا 1919 میبینیم جاهایی که حزب بلشویک یه تصمیم گرفته شورای پتروگراد گفته نه شما بیخود خود کردین همچین تصمیم گرفتیم ما به همچین تصمیم رای نمیدیم و بلشویک ها بودن که مجبور شدن موضعشون عوض کنن نه شورای پتروگراد بنابراین با وجود اینکه طبقه کارگر واقعا قدرت رو در دست داشت و حزب بلشویک نبود که قدرت رو منحصر به خودش کرده بود از 1919 تا 21 عملا به تدریج قدرت از دست شورا خارج میشه ما که ما وارد دوره کمونیسم جنگی میشیم 1919 تا 21 عملا شوراها دیگه رو کاغذ هستند شوراهایی که قدرت داشته باشن و معرف توده وسیع طبقه کارگر باشن دیگه عملا وجود نداره بعد از پیروزی در جنگ داخلی خب میشد به نظر من دوباره شوراها رو احیا کرد تا اندازه زیادی هم بسیاری از این شوراها احیا شدن و فعالیت درون جنبش کارگری رو افتاد ولی نه به شکل سابق و متاسفانه حزب بلشویک و رهبری سیاسی هم آنچنان واقف نبود به ضرورت احیای قدرت کارگری تا یه اندازه به اینجا رسیده بود که حزب کافیه در واقع نمیشه کاریش کرد و حزب جایگزین قدرت شوراها میشه از 1900 حتی در زمان حیات لنین و ما دیگه به بعد از مرگ لنین که میرسیم این اصلا تبدیل میشه این ضرورت تبدیل میشه به یه فضیلت تئوری میبینیم تئوری حزب ونگارد ونگاردیزم در دوران استالین از اینجا میبینیم شک میگیره که یعنی اصولا این تئوری یا این اعتقاد که هنوزم خیلی از گرایش های به اصطلاح چپی ما به این تئوری اعتقاد دارن اونم این که قدرت کارگری در واقع طبقه کارگر نمیتونه به عنوان طبقه قدرت اعمال کنه پیشگامشه که فقط میتونه این قدرت رو به جای طبقه اعمال کنه یعنی دیکتاتوری حزبی به عبارت دیگه یعنی دیکتاتوری حزبی هم که یعنی دیکتاتوری یک حزب دانش سیستم تک حزبی چون قرار پیشگام طبقه کارگر به جای طبقه قدرت رو اعمال کنه خب هر کسی به جز این حزب پیشگام به خصوص بخواد وارد این قضیه بشه خائن مالی طبقه دیگه است و این گرایش به سمت مونوپولیزه کردن قدرت توسط یک حزب در بطن این تئوری خابیده یعنی شما اعتقاد داشته باشی پیشگام فقط لیاقت حکومت رو داره پیشگام هم غلط کرده تو دوتا تا حزب باشه بعد حتما تو یه حزب پس باشه و سیستم تک حزبی دیکتاتوری تک حزبی ریشش در همین ایده است و واضح ما که شما به اعتقاد به دیکتاتوری حزب داشته باشین داخل حزب هم اعتقاد به دیکتاتوری پیشوا پیدا خواهیم کرد و این پدیده است که ما در روسیه بعد از مرگ لنین به خصوص از 24-25 به این طرف به شکل پدیده استالینیزم میبینیم یعنی یه لایهی خودشو جایگزین طبقه کارگر کنیم و این به نظر من یکی از دلایل عمده شکسته یعنی علاوه رقم این که از نظر جهانی انقلاب جهانی رشد نکرد و شکست شرایطش فراهم شده بود این شکست هرچه بیشتر تسری شد به خاطر که دموکراسی در خود طبقه کارگر هم از بین رفت و خود طبقه کارگر هم دیگه ارگانهای قدرتش رو از دست داد و شاید نکته سومی هم که بشه گفت اینه که در رابطه با روسیه به عنوان کشور عقب افتاده توده های وسیع غیر پرولتری اینجا مشخصا خورده برجازی دهقانان عمدتا دهقانان جلب به انقلاب سوسیالیستی نشدن به این معنا که در دوره انتقال به سوی سوسیالیسم شما باید تجربه انقلاب روسیه نشون داد اگر نتونیم داوطلبانه دهقانان و به سوی این انتقال جلب کنیم خب نخواهیم تونست در این انتقال پیروز بشین. به زور اسلحه نمیشه مردم رو سوسیالیست کرد و این حالت دوران کمونیسم جنگی تصاحب قلات مثلا به زور از دهقانا برای تأمین به صلاح احتیاجات جبهه های جنگ با ارتجا بعد از دوره به صلاح 25-28 تبدیل شد باز دوباره به یه تئوری این ضرورت یک دوران ویژه باز تبدیل شد به یه تئوری اونم اجبارا اشتراکی کردن و مقاومت دهقانا رو با بسا اعدام در هم شکستن که میبینیم منجر به کشتن شاید چیزی حدود 6 میلیون دهقان میگن در این دوره 28 به این طرف در روسیه شده خب این دیگه کمر پیروزی انقلاب سوسیالیستی در روسیه شکست این شما این نتین اکثریت جامعه رو جعب کنین به این انتقال خب محکوم به شکست این دیگه واضح که محکوم به شکست این پدیدن به نظر من یکی از دلایل مهم این شکست انقلاب بود اگه بخوام سه کلیاش رو بگم اشاره کردید به دلایل این شکست به نوعی چه درس هایی میشه گرفت از این شکست برخیش, برخیش فاکتور که نمیشد پیش بینی کرد بعضیا خب میگن لنین باید پیش بینی میکرد که انقلاب آلمان پیروز نمیشد به نظر میاد سخت باشه چنین پیش بینی بر این اساس میرفتند که مبارزات کارگری در یه مرحله است در آلمان انقلاب بین المللی میشه غیره ولی از دوره بعد چه درس هایی میشه گرفت و یه اشاره کوتاهی هم اگه میشه به دوره نپ و برنامه اقتصادی بعد از کمونیسم جنگی هم یه اشاره کوتاهی بکنید اول از این برنامه نپ شروع کنم یه مفهومی هست توی بسا ادبیات مارکسیست های روسی اینو زیاد میبینیم که ما ساختمان سوسیالیزم را آغاز کردیم منظورشون ما که میگفتن ما ساختمان سوسیالیسم رو آغاز کردیم یعنی دولتی کردیم و از دست بورژوازی گرفتیم چیزی بیش از این نبود شما برین به نوشته های خود لنین و سر رهبران بلشویک ها که نگاه کنیم ما که تقسیم میکردن این بخش تولید دست خورد مالک هاست. این بخش تولید سرمایداری دولتیه این بخش تولید سوسیالیستیه در واقع منظورشون از بخش سوسیالیستی تولید بخش دولتی تولید چیزی بیش از این نبود بخشی که از دست برجوازی بیرون کشیده شده و به دست دولت افتاده. این ما میدونیم حتی از زمان مارکس دولتی کردن مساوی با اجتماعی کردن نیست دولتی کردن ممکنه قدم اول اجتماعی کردن مالکیت باشه اجتماعی کردن منظور اینجا همون سوسیالیستی کردن یعنی اشتراکی کردن اجتماعی کردن مالکت اجتماعی با مالکت دولتی فرق داره چون مالکت اجتماعی اگر نتونه تقسیم کار اجتماعی بین کار فکری و یدی رو از بین ببره به این معنی که یده تصمیم بگیرن یده اجرا کنن اگر نتونه این تقسیم از نظر اجتماعی از بین ببره خب به مدیریت اجتماعی نرسیده نتونسته برس به مدیریت اشتراکی نتونسته برسه به مالکیت سوسیالیستی نتونسته برسه بنابراین اصولا این حرف که مالکیت دولتی مساویس با مالکیت سوسیالیستی از بیخ و بن غلطه ممکنه در شرایط که طبقه کارگر قدرت رو داره بله قدم اول در راه اجتماعی کردن دولتی کردن باشه ولی فقط قدم اول اضافه بر این اصولاً یعنی چی ما ساختمان سوسیالیسم رو آغاز کردیم من اینی که سوسیالیسم این یه ساختمانه من میتونم اول دیوارشو بسازم بعد پنجرهشو بزنم بعد یواش یواش مثلا دیوار پشتشو بسازم بعد سقف روش بذارم اینطوری نیست سوسیالیسم به خاطر اینکه شما تا بر کل واحدهای تولیدی بر کل نیروهای مولده یا حداقل بر میزان تعیین کننده از نیروهای مولده کنترل نداشته باشی نمیتونی مالکیت اشتراکی و اجتماعی رو در سطح اجتماعی برقرار کنی برای شما نمیتونی سوسیالیسم رو توی کارخونه بسازی سوسیالیسم رو توی این شهر بسازی سوسیالیسم رو توی این واحد تولیدی بسازی بنابراین اصولا این فکر که ما میتونیم ساختمان سوسیالیسم را آغاز کنیم به نظر من درش این انحرافات و این ایرادات نهفته. شما میتونین توی دوره تاریخی کامل حق وتوی کارگری رو مستقر کنیم. یعنی ساخت ما رفتن به طرف سوسیالیزم مرحله اولش در واقع حق وتوی کارگری، کنترل کارگری بر تولید و توزیع ولی این هنوز فرق داره با سوسیالیسم این هنوز تا رسیدن به سوسیالیسم کلی فاصله داره به نظر من یه مشکل عمده ای که در رابطه با روسیه و همین جور هنوز تا به امروز هم ما این مشکل رو داریم دقیقا اینه شما اگر قدرت دولتی رو داشته باشین شاید اصلا دلیل نباشه حتی دولتی کنین یعنی دلیل خلع ید از بورژوازی چیز تاریخی خلع ید از بورژوازی نیست که دست این بورژوا بگیریم بدیم دست این بورژوا به عنوان یه بوروکرات توی دولت و اسمشو بذاریم اون بورژوایی بود حالا این شده سوسیالیستی ممکنه شو... سانیان شما نمیتونی خودت از بازار جهانی بکشونی بیرون به محضی که شما خودتو بخوای از بازار جهانی بکشونی بیرون اقتصادت منقبض خواهد شد اقتصاد هم منقبض بشه جزو محالات باراوری کارت بتونه از عقب افتاده تا این کشورهای سرمایداری این بازار جهانی بتونه جلو بزن برای من محکوم به شکستید نقدن خودت حکم ادام خودتو صادر کردی یعنی بخوای خودتو ایزوله کنی از بازار جهانی برای من شاید در یه شرایطی از نظر سیاسی اگر قدرت در دست طبقه کارگره از نظر اقتصادی اقدامات اقتصادی که میکنه خیلی متفاوت باشه با اقدامات سیاسی که میکنه در اقدامات اقتصادیش خیلی متعادل تر جلو بره به شرط حفظ حق وتو به شرط حفظ کنترل کارگری بر تولید در روسی هم برداشت لنین و و رهبری بلشویکا دقیقا همین بود از انتقال به سوسیالیسم دقیقا کنترل کارگری بود ولی شرایط کمونیسم جنگی رو عوض کرد حالت دوران جنگ داخلی بلشویکا به خاطر اینکه از نظر سیاسی ارتجار و به شکست بدن مجبور شد از لحاظ اقتصادی حمله به مراتب شدیدتری به مناسبات مالکیت خصوصی بکنن که خودشون در برنامهشون بود یعنی حتی مغازه کوچیک زمین کوچیک کولاک به صورت دهقانای ثروتمند رو هم زمیناشون رو گرفتن یعنی ماجرای دولتی کردن خیلی جلوتر از اونی رفت که چه خود رهبران بلشویک میخواستن و چه شرایط اقتصادی ایجاب میکرد و چه این تئوری انتقالی که من گفتم باید کنترل رو حفظ کرد نمیشه سوسیالیسم خورد 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 اینجا ساخت باید کنترل حفظ کنید تا به یه جایی برسه که بتونی به نیروهای مولده تعیین کننده در مقیاس جهانی کنترل داشته باشیم. بعد تازه میتونیم وارد فاز مالکیت اجتماعی بشیم مالکیت سوسیالیستی بشیم در شرایط روسیه به مراتب برجازی به صلاح زودتر از اینکه لازم باشه از کل تولید حذف شد و پروتام آمادگی نشد جایگزینش بشه به این خاطر آخر جنگ داخلی که ما میرسیم اقتصاد روسیه برگشته به قبل از 1913 یعنی شما اقتصاد روسیه میبینین که به عقب رفته یعنی حتی مایحتاج بسیار عادی زندگی مردم رو نمیتونه تأمین کنه بنابراین یه عقب نشینی عظیمی دولت به اصطلاح کارگری روسیه مجبور به انجامش میشه به این معنا که برگرده بگه خب نه ما اینا رو دولتی کردیم بیخود بود دوباره پس بدیم ما اینجا اینا رو زمین ها رو گرفتیم به زور که این غلط بود دوباره پس بدیم یه دوره عقب نشینی است و یه دوره واقع بینانه تر نگاه کردن به پروسه انتقاله به همین خاطر از یه لحاظی هم عقب نشینی به خاطر زیاد روی هایی که دوره قبل کرده ولی از یه طرفی این جنبش نباید فراموش بشه یه بر... یه عقبگرد واقع بینانه تر واقع بینی در مقایسه با کمونیسم دوران کمونیسم جنگی و اتفاقا از سیاست های دوران اقتصادی نپ ما بیشتر درس هایی میتونیم بگیریم تا از اقتصاد دوران کمونیسم جنگی برای استراتژی خودمون خیلی ممنون فکر میکنم به اکثر سوال ها در این فاصله کوتاهی که بود جواب خیلی ممنون